چرا مثل حضرت امیر مثلا مقام معظم رهبری با اختلاس ها و سازوکارهای دیگه برخورد نمیکنه؟ اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی مشخصه. نظام با دیکتاتوری که مواجه نیست که یک کسی در همه شؤونات دخالت کنه. مردم باید یاد بگیرن، مسئولین باید یاد بگیرن هر کس در شأن و مسئولیت و جایگاه خودش کار خودش انجام بده. البته ایشون درگیر میشه، تذکر میده، برخورد میکنه، ممانعت به وجود میاره، اما اینکه ایشون مثلا بشینه اون بالا در یک جامعه ساده مثل جامعه حضرت امیر که زیر سیستماش 4 تا 5 تا 6 تا هم نمیشد، نسبت به جامعه امروز که بیش از 14 15 هزار تا زیر سیستم داره، امام جامعه بیاد مثلا درگیر یه جامعه بشه که مثل کوفه ساده اون روز، خب اینجوری که نیست. قضاییه وجود داره، سازمان بازرسی کل کشور وجود داره، دیوان محاسبات وجود داره، معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات وجود داره، در سازمان اطلاعات سپاه بخشی وجود داره که این قضیه رو باید رصد کنه، کمیسیون اصل 90 مجلس وجود داره. این همه حشم و خدم هست که باید چهارچشمه مراقب باشن جلو فسادو بگیرن. هر سازمانی خودش بازرسی داره، هر وزارتخونه بازرسی داره، هر وزارتخونه حراست داره، حراست جزئی از وزارت اطلاعات اون دستگاه. این مدیری هم که شما گذاشتید خودش باید پاسخگو باشه چرا زیر مجموعش اینجوری شد. یک حکومتی اگه قرار شد برای هر اختلاس و ارتشا و هر مسئله اینجوری ولی امر مسلمین بیاد تا پایین سیستم برخورد کنه و بعدم برخورده چکشی بگیر و ببند و بزن و اینجوری که نمیشه. این تلقی که فکر کنیم رهبری برخورد نمیکنه، ظلم به جایگاه رهبری و خود رهبری است. این که تصور کنیم رهبری باید بیاد تو همه لایه‌ها دخالت کنه، این معلوم میشه نه ما جایگاه ولایت فقیه رو شناختیم، نه قانون اساسی رو میشناسیم، ما به جای اینکه مطالبه کنیم از رهبری، مطالبه کنیم از خود اینا. یعنی وقتی وزیر نفت میاد میگه آقا 100 میلیارد طرف اختلاس نکرده، دزدیده، آقا تو باید پاسخگو باشه چرا دزدید؟ مگه وزارت نفت حراست نداشت؟ مگه وزارت نفت بازرسی نداشت؟ چرا یه بار نمیگه چرا وزیر اطلاعات پاسخ نمیده؟ چرا هر کی دزدی میکنه بعد از این کشور بلند میشه میره بیرون؟ شما الان جوان باش، سربازی میخوای بری، نمیذارن بری پاسپورت بگیری. مبادا شما به عنوان یه سرباز مثلا زیر دیپلم که روی علم برجک دیدبانی این گوشه پادگانی داری نگهبانی میکنی، مبادا اطلاعات پادگان رو برداری پاسپورت داشته باشی از کشور فرار کنی، ولی بانک ملی جمهوری اسلامی رئیس بانکش پاسپورتش تو جیبشه اختلاس میکنه بعدم از فرودگاه کشور میره بیرون. اون یقه وزیر اطلاعات رو بگیرید، یقه رئیس قوه قضاییه رو بگیرید، یقه هر دستگاهی رو بگیرید که حراست داره. این حراست ها پس دارن چیکار میکنن؟ این بازرسی ها دارن چیکار میکنن؟ دیوان مثلا محاسبات چیکار میکنه؟ کمیسیون اصل 90 چیکار میکنه؟ نماینده مجلس که وظیفه نظارت دارن چیکار میکنن؟ همه رو رها میکنیم میگیم آقا رهبری بیاد در تمام شؤونات پاسخ بده. این تلقی غلطیه. حضرت امیرم اینجوری تو لایه‌های زیرینه زیر مجموعش دخالت نمی‌کرد، چارچوبا رو مشخص می‌کرد. یکی از اشکالات اساسی ما اینه که شخص رهبری رو مسئول همه چیز دونستیم، لایه‌های زیر مجموعه رو پاسخگو نکردیم. اگر 4 تا مثل من که تریبون داریم 4 تا دادسر وزیر اطلاعات می‌زدی، مثلا ببینید وقاحت وزیر نفت میگه اگه قوه قضاییه مدیر دو تابعیتی می‌شناسه بگه من می‌ذارم کنار. ببخشید تو بغل دستت یه کسی می‌شینه با نام وزیر اطلاعات، به وزیر اطلاعات بگو همونجوری که دادستان کشور گفت که آقا جان وزیر اطلاعات بعد مدیر دو تابعیتی رو مشخص کنه. یعنی نمیدونه ساختار حکومت، توپو میندازه تو زمین قوه قضاییه. خب مدیرای دو تابعیتی خائنانی هستند که این خائنو کی باید شناسایی کنه؟ وزارت اطلاعات. وقتی سر وزارت اطلاعات داد نزنی، وقتی نگی وزیر اطلاعات مدیر دو تابعیتی که میگی نداریم، اگر یکیش پیدا شه تو بعد بلند شی بری توی مجلس استعفا بدی. لاسلامتی مجتهدی دیگه، یه دروغ در اومده تو کارت. کی میره زیر سوال؟ رهبری میره زیر سوال. من 100 بار از این وزیر اطلاعات پرسیدم آقا چرا در جمهوری اسلامی مقامات حکومت باید فرزندانشون تو آمریکا زندگی کنن؟ مگر ما نمیگیم مرگ بر آمریکا؟ مگر 39 سال آمریکا به ما ضربه نزده؟ مگر هر روز آمریکا نمیگه من علیه جمهوری اسلامی طرح براندازی دارم؟ خدا لعنت کنه مدیری در جمهوری اسلامی که بچه‌ش تو آمریکا زندگی میکنه. آقا وزارت اطلاعات باید میرفت میگفت آقای وزیر بچت توی آمریکا زندگی میکنه، CIA رو بچه تو سوار میشه، تو خونت نفوذ میکنه، جاسوسی میکنه. ولی وزارت اطلاعات ما در مورد مسئله فساد فرزندان مسئولین مملکت توی آمریکا، کانادا و انگلیس که چند صد نفرن، سکوت میکنه. آقا من 100 بار گفتم مجلس شرط احراز مسئولیت در جمهوری اسلامی باید این باشه که هیچ مسئولی بچهش تو آمریکا نباشه. عکسای پسر دخترای مسئولین جمهوری اسلامی
همین وزیرها، همین نمایندای مجلس رو شما نگاه کنید. مردم مطالبتون از وزیر اطلاعات باشه. طرف که این کاره که نبوده، تو عمرش نمیدونسته کار اطلاعاتی یعنی چی. صداش کرده رئیس جمهور بهش گفته بشه وزیر اطلاعات. خودش تو خاطراتش میگه گفتم آقا من هیچی از کار اطلاعاتی نمیدونم. گفت به جدت زهرا واگذار کن حل میشه. گفتم حل میشه. آقای دکتر روحانی با چه سابقه ای؟ بعد یه مقداری باز من مقاومت کردم و گفت از چی میترسی؟ از خدا بخوا کمکت میکنه. گفتم آخه خدا از تو حرکت، از خدا برکت، آورده میخواد. من با چه آوردی؟ گفت عنبی تو آورده نداری، تو پسر فاطمه زهرا، از مادرت کمک بخوای بچه‌شون رو رها میکنن، تنها میذارن. گفتم آقای دکتر حالا که اسم مادرم زهرا رو آورده چه؟ آقا جهت فلش اعتراض ها رفته سمت رهبری. بی ارزگی قوه قضاییه، بی ارزگی سازمان بازرسی کل کشور، بی ارزگی وزارت اطلاعات و بی ارزگی صدا و سیما، همه اینا موجب شده فلش حمله رفته سمت ولایت فقیه، رفته سمت اسلام. آقای آموری لاریجانی، آقای علوی، هیچ مسجدی نیست که ما بریم مردم نگن چرا ناکار آمدی وجود دارد مقصد شما. هیچ دانشگاهی نیست که ما پامونو بذاریم مردم اینو نگن. بیکاری شما، بی ارزگی شما، بی موالاتی شما جهت فلش مسئولیت ها رو برده سمت رهبری. آقا برخورد کنید، یه مقدار انقلابی برخورد کنید. اگر مردم میگن چرا رهبری مثل امام علی برخورد نمیکنه، قوه قضاییه دو تا از برادران گردن کلفت مسئولین این مملکت رو بذار کنار چوبه دار تا مردم بفهمن یعنی چی. فرزندان مسئولین این دولت رو آقا یادم با وجود پیدا بشه تو این دستگاه ها، بگه وزیر الف چرا بچه تو آمریکاست، وزیر ب چرا دخترت پسرت تو آمریکاست. حالا جواب ندید آقای وزارت اطلاعات، جواب نده برادر عزیز. 10 تا مسجد، 50 تا مسجد، 50 تا دانشگاه، آدم این حرفا منتشر میشه تو فضای سایبر. اونی که تو مدیریت ناکارآمد میره زیر سوال جناب علی هستی. بارها گفتیم اگر اسلام بره زیر سوال، ولایت پاسخگو بخواد بشه، ما شما رو پاسخگو میکنیم، تعارف نذارید.